خب در این قسمت میخوایم که یه دونه سایت با هم بسازیم، یه صفحه خیلی ساده HTML که یه سری المنت رو توش قرار بدیم و از جلسات بعد بیایم با استفاده از حالا اون ابزارهایی که داریم اون المنت رو بگیریم و تغییراتی که میخوایم رو روشون انجام بدیم. مهران هم از چنل یوتیوب سلیسیوم، این آموزش جاوا اسکریپت مدرنه. ممنون میشم که اگر از این آموزش خوشتون اومد حتما در یوتیوب لایکش کنید، چنل یوتیوب من رو سابسکرایب کنید و بر روی زنگوله بزنید که وقتی ویدیو جدیدی قرار دادم براتون یک نوتیفیکیشن بیاد. اگر از این آموزش خوشتون اومد ممنون میشم که به دوستانتون هم معرفیش کنید. خب میرم همین سایت گت بوتستراپ، میرم همین بخش گت استارتد، میخوام اون سی اس اس های بوتستراپ رو در پروژه استفاده کنم. اگه بیاید همین ورژن رو استفاده کنید میبینید که ورژن 5 بتا هست، به علت اینکه ممکنه بعدن حالا بعضی از بچه ها بیان همین دوره رو ببینن مثلا بعد یه سال و ممکنه که این ورژن 5 بتا رو دیگه نتونن پیدا کنن، من میام از این بخش ورژن 4.5 رو استفاده میکنم. اینجا هم نوشته docs 4.5 getting start introduction، حالا همیشه ورژن 4.5 هست. میتونید بیاید از اینجا این CSS رو کپی کنید و همینجا در صفحه قرار بدید و ازش استفاده کنید. چون من میدونم که حتما مشکل نت خواهم داشت و ممکنه بعضی وقت این CSS لود نشه، میام آدرسش رو کپی میکنم و خود این فایل رو میخوام مستقیما به صورت لوکال دست سیستمم داشته باشم. برای همین در همین دسکتاپ مدرن جی اس میام و اینجا میبینید که سیوش کردم و به جای این نوع لینک دهی میام چه مینویسم، مینویسم لینک تب و بوتستراپ دات مین دات سی اس اس رو اینجا لود میکنم. کار بعدی که میخوام بکنم یه دونه دیو میسازم تحت عنوان کانتینر از کلاس های بوتستراپ هست و همه دیتام رو میخوام بعد از این داخل این کانتینر بذارم. داخل اینم یه دونه حالا دیو میذارم با مارجین 3 که میخوام یه کمی از چپ و راست و بالا و پایین یه کمی فاصله باشه تا نمایش دیتا بهتر باشه. بعد از این همه دیتام رو اون HTML هایی که میخوام بذارم رو اینجا قرار خواهم داد و اینجا هم که فایل dom.js رو دارم. خب بریم یه چند تا محتوای HTML بذاریم، مثلا یه دونه تگ H1 میذارم و مینویسم، مثلا اینجا بنویسیم dom به این صورت. بعد میتونیم یه دونه div تگ بذاریم تحت عنوان مثلا حالا content به این صورت، یه دونه p تگ اینجا بذاریم بنویسیم my first paragraph به این صورت. بعد میتونیم یه دونه unordered list بذاریم اینجا، یه چند تا لیست بسازیم، مثلا اینجا بنویسیم JavaScript، بعد از این کپی بگیریم مثلا بنویسیم پایتون، بعد بنویسیم مثلا راست و همینا. حالا بذارید تا اینجا یه بار همین پروژه‌ای که ساختیم رو با هم ببینیم، ببینیم تا اینجا چیا ساختیم. با مرورگرم بازش میکنم و تا اینجا حالا یه همچین چیزی رو ساختیم. پاراگراف هم اینجا باید پی باشه. حالا بعد از این میام اینجا یه دونه دیو دیگه هم میسازم. خب دوباره حالا اسمش رو میذارم دیو کلاس دوباره کانتنت و اینجا چند تا پاراگراف تگ رو میخوام بذارم. محتواشون رو از کجا بردارم؟ از بیکن اپسون بردارم، خیلی هم خوب میشه. پس اینجا می‌نویسم بیکن اپسون به این صورت. بریم سایت بیکن اپسون و یه چند تا متن تستی رو اینجا برداریم. خب مثلا این پاراگراف رو از اینجا تا اینجا برمیدارم. خب و اینجا میزنم. یه کمی حالا متن هام رو میخوام کوتاه‌تر کنم، مثلا اینم تا اینجا باشه، باشه پاراگراف دوم. یه پاراگراف سومی هم بذاریم مثلا تا همینجا. خب اینم از این، یه بار رفرش کنیم، اینم از این، خیلی هم عالی. اینو من میارم حالا این سمت گوشه، اینو هم میارم اینجا و میبینیم که اطلاعات داره به این صورت برامون نمایش داده میشه. ورد رپ هم میبندم و بعد از این روی حالا این محتوایی که ساختیم با هم تمرین میکنیم که چطوری بتونیم هر کدوم از این المنت ها رو بگیریم، تغییرات رو اینجا اعمال بکنیم.
استایل بدیم، حذفشون کنیم، انیمیشن بدیم و کلی کار جذاب و باحال دیگه. پس از ویدیو بعدی میبینیم که چطوری بتونیم المنت ها رو بگیریم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. که اگر اینطور بود حتما الان در یوتیوب لایک کنید، چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید و روی زنگوله هم بزنید.